تهذیب داریم در همین قم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم، اینا قله های تهذیب در این حوزه بودن. رفتار اینها، شناخت زندگی اینها، حرف های اینها خودش یکی از شفا بخش ترین چیزهایی است که میتوانه انسان رو آرام کنه، آرامش به انسان بده، روشنایی بده، دلها رو نورانی کنه. خصوصا علامه هم که استعداد خداداد داشت که فلسفه رو خوب فهمیده بود. ما الان هم فیلسوف زیاد داریم، هم در غرب هم در شرق، هم در ایران فیلسوف داریم الحمدلله، خوشحالم. ولی فیلسوف مثل علامه طباطبایی کم داریم یا نداریم. من به سر چشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، اوج می رفت مرا هم به دل دریا برد. شاگردای مرحوم آقای قاضی هر جا که بودن مایه برکت شدن. یه نمونش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قم رو روشن کرد، چراغ علوم عقلی رو در قم ایشون روشن کرد و ادامه داد، با مشکلات ساخت. فرمودند وقتی من اومدم قم یک مطالعه در وضع تحصیلی حوزه کردم و یک فکری درباره نیاز جامعه اسلامی. بین اون نیاز و اون چه موجود بود چندان تناسبی ندیدم و قدرت تعقل برای اثبات مسائل اصولی دین و دفاع کردن از شبهاتی که از مکتبهای بیگانه نسبت به مبانی اسلام وارد میشه، نه از فلسفه و معقول خبری بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخشهای کتاب سنت. بر خودم لازم دیدم، ایشون می‌فرمودند که یک درس فلسفه، یک درس تفسیر قرآن، یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم. یه درس روز داشت، همه طلبه شرکت کرد، آزاد. میمون هر که اهل فلسفه بود، نه همه، هر که اهل فلسفه دوست داشت، که 100 تا 200 می نشستم درس. بله بله بله. درس می‌دادم. یه جلسه‌ای داشت که شرکت کنندگان از عدد انگشتان دست تجاوز می‌کردن. اون شبانه بود، شبانه پنجشنبه جا تو خانه ها، نه تو مدرسه. همه کس هم راه نداشون. تو خانه ها سیاد. همون فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه ایز جولنمای اسلام این هم نگشتن و البته خصوصیات اسلام و متانت. معارف شیعه در اوج اعتلاء، معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته با مفاهیم غربی بزرگ شده آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کوربن رو میاره دو زانو جلو به علامه طباطبایی مینشانه، او رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا. هانری کوربن از فرانسه اومد ایران، آقای طباطبایی رو کشف کرد. یه هنری که داشت، فیلسوفی در جهان امروز نبود که اون ندیده باشه. هایدگر دیده بود، ژیلسون، امیل بریه، این فلاسفه بزرگ عصر رو دیده بود و درس خونده بود، همه اینا دیده بود، مثلا آماده بروز بروز در جهان بود. اومد خدمت های طباطبایی، همه اونا رفتن کنار. یال هایدگر و امیل بریه و ژیلسون چیه؟ من نمیگم که بگی من شاگردشم، کوربن رو میگم. حالا من شما میگی من شاگردش بودم، تحت تاثیرم. کوربن که تحت تاثیرش نبود، که اونا رو دیده بود. وقتی دید در مقابل آقای طباطبایی بود، که با اونا کیه؟ اونا کیه؟ آزادی علامه طباطبایی کجا؟ هایدگر کجا؟ او مجموعه ای از معارف و فرهنگ اسلام بود. فقیه بود، حکیم بود، آگاه از اندوخته های فلسفی شرق و غرب بود، مفسر قرآن بود، از علوم اسلامی، یعنی علومی که از اسلام نشأت گرفته یا از آن تغذیه کرده است، مطلع بود،
از اصول، از کلام، از ادبیات، از نجوم و هیئت و ریاضیات و از برخی علوم بینام و نشان دیگر.